با درود به بینندگان گرامی، بخش دیگری از برنامه های اندیشکده ایران زمین رو آغاز میکنیم. در این برنامه من مهمان بزرگی دارم در که ازشون دعوت کردم. یکی از نخستین پژوهشگران درباره تاریخ اسلام و از کسانی که از آغاز جمهوری جهل و جنون اسلامی به پژوهش و تحقیق و نگارش کتاب‌های فراوانی درباره تاریخ اسلام پرداختند. واقعیت این است که بسیاری از افرادی که بعدها تحقیقاتشون رو درباره اسلام و تاریخ اون آغاز کردند، وامدار اندیشه‌های در واقع پیشروانه این استاد گرامی هستند. استاد سیاوش اوستا، خدمت شما درود میفرستم و سپاسگزارم از اینکه در برنامه ما حاضر شدید. درود بر شما مهمانگر آقای دکتر اشکان نازنین و مهربان افشار نادری و سپاسگزار بهتون هستم. من میخوام بر ابتدا یک بار دیگه تاکید کنم به این مسئله که کارهای پژوهشی که شما انجام دادید در رابطه با میترا یکی از بزرگترین دستاوردها و گنجینه‌هایی است که در تاریخ ما برای این شخصیت، این اندیشه، این تفکر شده. خیلی هم زیاد هست و جامع هست و با سند هست که من به همه مهمانداران پروانه میخوام که پیشنهاد کنم که حتما این کارهای شما رو ببینن، چون میدونم که روی سایتتون دسترس هست و نو هست. یعنی در رابطه با میترا کاری که شما کردید کار نو و جدیدی است و سرشار از آگاهی و اطلاعات. با شما مهربانیار هستم تا بریم. خیلی سپاسگزارم از لطفتون. واقعیتش اینه استاد، من اون موقعی که از نوجوانی نخستین کتابی که درباره میترا خوندم، کتاب از میترا تا محمد حضرت عالی بود و اون کتاب زمینه ای شد برای پژوهش‌های در واقع بیشتر و که بعدها با کار استاد زبیه بهروز و دیگر استادان رو هم من پژوهش‌هاشون رو اضافه کردم و خب یک سری تحقیقاتی اضافه کردم. سپاسگزارم از شما به خاطر بیش از نیم قرن تحقیق و در واقع پژوهش درباره تاریخ ادیان و به ویژه میترائیسم و اسلام. استاد گرامی، من امروز ما به یک برنامه به یک مسئله بسیار مهمی میخوایم بپردازیم و اون در واقع تاریخ اسلام هست و تاریخ پدید آمدن اسلام هست. خب نسل جوان شاید نداند و من به اونها میگویم که استاد سیاوش اوستا یا حسن عباسی ایشون از نخستین پژوهشگران تاریخ اسلام هستند. ایشون آثار بسیار زیادی منتشر کردن، کتاب‌های بسیار زیادی دارند که در وبسایتشون هست. استاد اسم وبسایتتون چی بود؟ avesta.net. بله، avesta.net در واقع در اونجا هست و دوستان میتونن برای گرفتن ریفرنس بیشتر به اونجا در واقع مراجعه بکنن. یکی از مسائلی که ایشون به اون اشاراتی در کارهاشون داشتن، روش و شرایط و شرایط پدید آمدن اسلام است. ما همه میدونیم که در جهان باستان اینگونه نبوده است که مثل جهان امروز اینقدر پیچیده باشه. ما دو محور قدرت داشتیم، یکی امپراتوری ایران بود و یکی امپراتوری روم بود و این دو با همدیگه هزار سال تقریبا جنگیدند، یعنی 2300 سال با یونان و 700-800 سال با روم که تا به امروز بر پایه آمار دانشگاهی در واقع بزرگترین جنگ تاریخ بشریت جنگی بوده است که میان این دو کشور انجام شده و اصلا سابقه ندارد همچین جنگ طولانی که بین کشورهای دیگه شده باشه. از سوی دیگر ما میدانیم که در پایان این دوره هزار ساله جنگ، امپراتوری روم از همه نظر شکست خورده بود. یعنی از در اواخر دوران ساسانیان
ما میدونیم که در واقع مرزهای امپراتوری ساسانی به دوران هخامنشی نزدیک شده بود و بازگشته بود، یعنی روم در جبهه مصر شکست خورده بود، در شام شکست خورده بود و حتی تا کنستانتیناپول یا استانبول امروزی در تقریبا در تصرف اطراف اون تحت تصرف ارتش ساسانی بود. از سوی دیگر ما میدانیم که در جنگ فقط جنگ نظامی نیست و وقتی که روم میدونیم که به شکست انجامید فعالیت هایی که میکرد، اینها تصمیم گرفتن که راه های دیگری رو برای نابودی ایران و نابودی دشمن هزار ساله خودشون امتحان بکنن. استاد گرامی، ما میدونیم که روم قبلن جنگ نرمی رو علیه ایران آغاز کرده بود، یعنی ما میدونیم که برخی از جنبش هایی که در دوران ساسانی اتفاق افتاده بود، از جمله جنبش مزدک، اینها جنبش های مشکوکی بودند که ریشه شون برمیگشت به پندوس رومی و از این رو به یک سری نکاتی پژوهشگران برخوردن که از جمله خود حضرت عالی که متوجه شدن اسلام نیز از این قاعده مستثنا نبوده و اسلام نیز مانند مزدک و مزدکیزم روابط بسیار عمیق و شدیدی با روم داشت. من از حضرت عالی تقاضا دارم که به عنوان یکی از پیشگامان و پیشکسوتان تحقیق درباره تاریخ اسلام، با توجه به وقت محدود برنامه‌مون که البته ما داریم، در این باره کمی توضیح بدید تا بینندگان ما و به ویژه نسل جوان آشنا بشن با توطئه هایی که و دسیسه هایی که علیه امپراتوری ایران، جنگ نرمی که علیه امپراتوری ایران ساسانی در جریان بوده که این رو از بین ببرن و از جمله این مذهب های دروغین و مذهب های ساختگی که مثل مزدکیسم یا اسلام که در واقع پدید اومد رو کمی ما رو بیشتر در آگاه بکنید از جزئیات این روند. درود دارم به همه بینندگان تو لای دکتر در سراسر جهان و شاد باش میگم بهتون برای برنامه خوبتون. ببینید خیلی سریع باید وارد اصل موضوع بشیم، همونطور که کار همیشگی سیاوش اوستا بوده که من پنجره ها رو باز کنم که پس از اون مهمانیاران خودشون برن وارد بشن توی تاریخ و ببینند که چه بلایی سر ما اومده تو این سالها و فراموش کردیم و روش تحقیق نکردیم. نکته مهم اینه که من همونطور که شما اشاره فرمودید 38 سال پیش در کتاب قرآن سرودگی به سبک پارسی و همون از میتراتا محمد تأکید داشتم به این که پیامبر اسلام 4 تا مشاور داشته که این 4 تا مشاور مسیحی بودن و اصلی ترین نقش رو در جنبش ایشون داشتن. حالا آقای دکتر، بهترین سند که دیگه اصلا دیگه هیچ حرفی روش نمیشه زد و که به ما ثابت میکنه که هدف خود محمد و اسلام تازش به ایران، سرنگونی تمدن آریایی بوده، تو خود قرآنه. اصلا تو خود قرآن این هست، جدا از این که یک سوره تیترش عنوانش هست روم و این روم چجوری شروع میشه آقای دکتر خیلی مهمه. من واقعا متعجبم که طی این قرنها چرا نگذاشتند که مردم ما، اندیشمندان ما که گفتن و نوشتن به این مسئله بپردازن. خیلی ساده است، میگه قلبت روم، میگه روم شکست خورد و هم من بعد غلبه هم سیغلب، میگه شکست خوردن ولی آقا غیب گویی میکنه دیگه. آقای دکتر، اینی که قرآنی که من اون سالها نوشتم که حرف محمد و یارانش هست، بسیار خرسندم، بسیار خرسندم و درود میفرستم به اهورامزدا، یزدان پاک، که امروز شاهدش هستیم که بزرگترین اندیشمندان اسلامی در داخل ایران که نقش مهمی در خود نظام جمهوری اسلامی داشتن، این حرف ما رو تایید کردن که این حرف محمد هست، حرف خدا و آسمانی حرف نیست. از جمله من میخوام اینجا واقعا نام ببرم از آقای دکتر عبدالکریم سروش
که ایشون از تئوریسین های نظام جمهوری اسلامی بودن از اول تا به الان، و حتی اصلاح طلبی رو ایشون با نشریه کیان در ایران آغاز کردن و ایدولوگ این اندیشه بودن. ایشون اخیراً گفتند که اینها رؤیاها یه محمد بوده قرآن و حرفای خود محمد بوده دیگه. اینو میگم برای که مسلمونامونم که اونایی که مسلمونن و باورمند هستن دیگه آب پاکی رو دستشون ریخته باشیم. البته آی دکتر اشکان افشار نادری نازنینم، من میخوام اینجا برای اینکه در تاریخم بمونه یک نکته دیگه هم بگم. اون اینه که 20 سال پیش تقریبا یا 18 سال پیش که من در امریکا مهمان کنفرانس مسا بودم، میدل ایست چچه که وابسته به دانشگاه آریزونا است، من عضو اونجا هستم، هر سال می اومدم اونجا، من آقای دکتر سروش رو دیدم. همون موقعی بود که کتابهای من از میترا تا محمد و قرآن سعودی به سبک پارسی پرفروشترین کتابها بود. حتی تو خود همون سالن سخنرانی ها هم در مسا که در سان فرانسیسکو بود کتابها بود. و وقتی که من سخنرانیم شروع شد، سخنرانی میکردم، استاد زلفنون و گروهشون هم اونجا تشریف داشتن که سخنرانی من همزمان شده بود با کار استاد زلفنون. هنگامی که شنیدن که در سالن دیگهشون موزیک باید بذارن، من اینجا باید سخنرانی بگم، ایشون با گروهشون اومدن توی سالن و گفتن ما بعد از سخنرانی تو میریم اونجا. من وقتی استاد زلفنون اومد دیدم، خواهش کردم بودن که ایشون ردیف جلو بشینن و شخصیت های دیگه که بعدا رئیس رادیو فردا شدن، خود مال معمول های سازمان سری امریکا بودن، خیلی اونا همه بودن اونجا زیاد. حالا من دیدم اون جلو که من هی داشتم صحبت میگردم شخصی نشستش عجیب شبیه دکتر سروش. من ایشونو از 20 سال قبلش هم دیگه ندیده بودم. آخرین بار ایشونو در جامع جمع دیدم که روی بحثی که بنی صدر می‌خواست بگذاره، بحث ایدئولوژیک و سیاسی تو تلویزیون فلان، من یکی از پایه‌هاش بودم که اونجا بلوان اعتراض ترک کردم جلسه جامع جمع رو. آقای دکتر سروش نماینده خمینی بود اونجا و کسای دیگه بودن. حداد عادل بود، عرض کنم خدمتتون، معادی خواه بود، نماینده بنی صدر بود و من قرار بود که از تحول اجتهاد در اسلام اونجا بحث ایدئولوژیک رو دنبال بکنم که ما وسطش دیدیم اصلا قضیه خیلی فاشیستیه. من اومدم بیرون. اونجا من دکتر سروش رو آخرین باری بود که دیده بودم. بعد اونجا 20 سال پیش جلسه که سخنرانی من که تموم شد، من دیدم آی دکتر این شخص واقعا دکتر سروشه، چون ایشون اومد جلو و حال احوال کردیم و اینا. و بعد من دیدم خانمی با روسری اومد با ایشون صحبت کرد و بهشون گفت آی دکتر من این کتابا رو خریدم. حالا گفت آره شما اینا رو بخون و توصیه کرد. اینو من باید بگم دیگه، صداقت داشته باشم. چون بعد دیدم کتابایی که دست خانم آی دکتر، یکی همین از میترا تا محمد و دیگری قرآن سروده به سبک پارسی. گفتم آی دکتر کتابا رو شما توصیه کردین خانم بخونه؟ گفت آره. گفت من که نمیتونم این حرفا رو بزنم تو ایران، من فردا میرم ایران، برم ایران منو میکشن. و جالبه که آقای دکتر سروش چون مولوی خوب میشناسه، حافظ خوب، همه اینا رو با شعر گفت. گفت تو که نوشتی کار. گفتم خیلی منو خوشحال کردی با حرف، من خیلی مخالف تو بودم اصلا. طور چه گفت نه آقای دکتر، اون روز طوری شد که باید همون موقع ایشون میرفت گروه از سفارتی حتا، یعنی مامور رژیم ایشون آورده بودن تا اونجا، منتظرش که بودن ببرنش. ایشون با من وایساد و حدود 4-5 ساعت با یک استاد دانشگاه افغان، دو سه تا دیگه ایران و استاد سپهر ذبیح که از اساتید دانشگاه استنفورد آمریکا هستند و همین خانم رایس شاگرد ایشون بوده و بخش ایران رو ایشون از زمان جورج کیف که در ایران بوده اسپانسرش کردن، زمان مصدق و فاطمی رفته بود اونجا بود، ایشون هم اونجا تشریف داشت. خلاصه این میخوام بگم که آقای سروش از 20 سال پیش میگفت، بعدا علنیش کرد، الان این دیگه آب پاکی رو دست ملت ایران ریخته شد که قرآن کلام محمده. حالا محمد وقتی که اینجا میگه که و میگه بعد از اینکه شکست خورد روم دوباره پیروز میشه با خوشحالی، میگه آقای دکتر خیلی چهار جمله مهمه، میگه یوم ازن یا فرح المؤمنون. میگه وقتی که ایران یه شکست بخورن مؤمنین خوشحال میشن. ببینید چقدر سمپاتی نشون میده به اینا، یعنی شاد میشن. بعد تازه میگه کی نجات میده اینا رو، کی ایران رو شکست میده، روم به قدرت کی؟ میگه به نصر الله، میگه به یاری الله. الله هم که میدونیم هر جو در قرآن الله اومده، یعنی از خود آقای محمد. یعنی این آقای دکتر سند خود قرآن، آیه قرآنه
و من اینا هم ترجمه کردم، هر کس دیگه هم بخونه ترجمه بکنه همینه. من حتی تفسیر هم بخوام بکنم واضح داره میگه که میگه که اینا پیروز میشن و الله هم اینا رو کمک میکنه، یعنی منی که اومدم. خب حالا پس اینی که استاد ببخشید من پوزش میخوام که قطع میکنم، دقیقا هر کسی که عربی بدونه که امروزه بیشتر ایرانی ها میدانن چون زبان عربی به صورت اجباری تدریس میشه در مدارس، اصلا آشکارا داره میگه، یعنی دیگه هیچ گونه ارزم به حضور شما شبهه ای نمیگذاره که الله که اون و دین الله خودش داره میگه برای پیروزی رومه، تمام شد و رفت. این داره دقیقا داره آشکارا میگه و این نکته بسیار مهمی است. ببخشید من قطع کردم، بفرمایید. حالا آقای دکتر، همانطور که شما خودتون آگاه و مستحضر هستید، هر کاری که شما میخواید در جامعه و جهان شروع کنید، پیش از هر چیز نیازمند پول هستید. یعنی شما هیچ کاری رو بدون پول نمیتونید شروع کنید، هیچ کاری رو. هر کی تو دنیا هم شروع کرده تشکیلات و گروه و حتی دکون بقال یا دامغان کنه باید پول داشته باشه. خب برای این کار پولی رو که میان برای آقای محمد فراهم میارن، سرمایه بزرگ خانم خدیجه است. خانم خدیجه با محمد دخترمو پسر همو هستن، چون هر دوتاشون نسبشون به قص ابن کلاب میرسه. قص ابن کلاب کسیست که دکان مکه رو وا میکنه، یعنی بتخونش میکنه و میدونید که به یک مشک شراب هم خریداری میشه و بتخونش میکنه و منبع درآمد میکنه برای خودش و چه و چه. این جد بزرگ خانم خدیجه است و آقای محمد، و این دو آقای دکتر، این دو به هم نزدیک میشن و به خاطر فقط این که خانم خدیجه ثروت چه بذاره. حالا اینجا هم تو پرانتز میگم، خانم خدیجه اکثر مورخین، یعنی این اسم بخوایم ببرم، اکثر طبری، ابن هشام، حتی در اصول کافی قید شده، وقتی که میگن اکثرا به این تأکید میکنن که خانم خدیجه دینش دین حنیف بوده. وقتی دین ایشون حنیف بوده، یعنی دین محمد هم حنیف بوده و نیاکانش، چون اسم پدرش عبداللهه، عبدالله یعنی هم خدا، خداشناسی، خدا رو میشناخته، موحد بوده، عبدالله است. بس حنیف بوده و اینا موحد بودن به اصطلاح اون زمان اینا. حالا حنیف چیه؟ حنیف اینه که آی دکتر، حنیف به پیروان ابراهیم میگفتن و فقط به مسیحیت و یهودیت هم اطلاق میشده، یعنی هر کی مسیحی و یهودی بوده بهش میگفتن حنیف. ولی بیشتر اینا یهودی های، چون میدونید حتی خود عیسی هم یهودی هست، حالا یهودی برعکس بد و خوبی نداره، اینجا داریم ما تاریخ رو روایت میکنیم و برعکس من به خیلی هم میگم همین الان تمام سیده باید با افتخار بگن آقا ما یهودی هستیم و بریم ما با اسرائیل پیمان دوستی ببندیم، مملکتمون رو نجات بدیم. چون الان حالا بعد خدیجه حنیفه، بعد برای اینکه اسلام محمد این قضیه رو توجیه بکنه، ببینید یک دروغ بزرگ میگه، یه حرفی میاد محمد میزنه که این حرفش آقای دکتر خیلی قابل تعمله. میگه که آره چون خدیجه حنیفه و همه هم گفتن حنیف، و بعد میخوایم بگیم که بعد از همین صحابه محمد که 33 نفر هستن، همون رقم فراماسونری هم هست که در یک لوژ به 33 نفر که میرسن، لوژ بعدی رو تشکیل میدن. توی 33 نفر نخستین گروه محمد اکثرشون حنیف و مسیحی هستن اصلا. خب حالا حنیف محمد در مورد در قرآن آیه 67 آل عمران میگه ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان ولیکن کان حنیفن، خوب گوش کنین، کان حنیفن مسلمن. ابراهیم که 2300 سال قبل محمد میزیسته و محمد اسلام رو 2300 سال بعد ابراهیم میاره، میگه که مسلمون بوده بابا حبره. بعد حالا نکته دیگه خیلی مهمتر، یهودیت و نصرانیت که از عیسی و موساست، یعنی چون بعد موساست که کتاب تورات یک سینا، این دوتا هم که 1500 سال و 1700 سال قبل از بعد از ابراهیم اومدن، این میگه اینا هم چیز بودن، میچسبوندن چون به ابراهیم،
که یهودی نبوده ابراهیم. آخه ابراهیم که قبل تولد اسلام نمیتونه مسلمون باشه، ابراهیم که قبل تولد مسیحیت نمیتونه مسیحی باشه، ابراهیم که قبل تولد یهودیت توسط موسی که نمیتونه. اینجا ببینید این دروغ و شارلاتانیسم بزرگ آقای دکتر تا الان هیچ کسی رو نیومده وا بکنه. بعد اینجوری توجیه میکنه که یعنی این حنیف که ما میگیم اگر حنیف هست یعنی ابراهیمیه. اینا استاد ببخشید من باز برای اینکه دوستان رو بیشتر متوجه سخنان شما بکنم با اجازه شما من یه مقداری باز کنم این مسئله رو. پس ببینید در قرآن به صراحت گفته میشه که ابراهیم حنیف بوده. خب ابراهیم ما میدونیم که در واقع بنیانگذار یهودیت بوده، یعنی میشه گفتش که از نخستین یهودیان بوده و همچنین ادیان دیگه‌ای که از اون بعداً ناشی شد و همشون شباهت‌های زیادی دارن. حتی در مسیحیت همون گونه که از تعالی مستحضر هستید ما عهد عتیق اون همون توراته، عهد جدید اون هستش که در واقع انجیل هست و عهد عتیق همون. خب خدیجه حنیف بوده و خب مشخص است که همسر محمد پسر عبدالله همسرش خب یهودی بوده، یهودی تبار بوده. و از سوی دیگر همون گونه که حضرت عالی مستحضرید محمد پسر عبدالله پسر نداشته و یعنی یه پسری مثل این که نمیدن بوده مرده فوت کرده، حالا بگذاریم از اون. بله ولی به هر حال اون کسانی که امروز در واقع به سید شهرت دارن و همگونی که حضرت عالی برای این رو برای نخستین بار گفتید و کاملا منطقی وقتی همه رو کنار هم بگذارید، افراد سید از اونجایی که از طرف مادری یعنی از طرف فاطمه در واقع این سیدی رو میبرن و به محمد میرسن، بنابراین چون میدونید که یهودیت هم از طرف مادری منتقل میشه، مادر سالاری هست، پس تمام سیدها عملا یهودی هست، یعنی عملا این گونه هست، حنیف هست. درسته؟ نه اصلا یهودی هست. اون حنیف رو های دکتر به چه دلیل حنیف رو اونجا استفاده میکردن؟ درست به دلیل این که الان در ایران به یهودی ها میگن کلیمی. درست میگن یهودی. چرا؟ چون این جنایت هایی که کردن ضد یهودی ها در طول تاریخ، اینا رو قتل عام کردن و کشتن، اینا تا گفتن یهودی یهودی زدن کشتن و از کار بیکار کردن فلان، اینا به بنده خدا میگن حالا ما کلیمی دیگه، نمیگن یهودی. اون موقع هم آقای دکتر یعنی این حساسیت و حسادت به یهودیت، چون اینها به هر حال ذکاوتی که اینها دارن دیگران نداشتن، تشکیلاتی که اینها داشتن از زمان آدم و حوا هیچ کس دیگه نداشته. این تشکیلات کنیست و سازماندهی و با برنامه کار کردن، پول، برنامه و تشکیلات، این سه تا وقتی که شما درس میخونید در دانشگاه علوم سیاسی اینا میخونیم، میگن یک حزب اون موقعی برنده میشه که تشکیلات داشته باشه، رهبری داشته باشه، پول داشته باشه. شما باید این سه تا رو داشته باشید که موفق باشید در دنیا. یهودیت اگر در جهان موفق بوده از قدیم تا به امروز، این علاقا به جایی که بهش حسدشون بشه میرفتن ازش درس میگرفتن، اینا بهشون برای خودشون علم و دانش و ثروت و اینا رو کسب میکردن. بعد این حسادت چون بوده یهودی همیشه تا میگفتی یهودی میخواست گردن یارو بزنه مثل همین الان، از حسودی الان تو ایرانم وگرنه مردم ایران با یهودی مشکل ندارن. این اینجا موقع میگفته حنیف به جای یهودیت میگفتن حنیف. بله بفرمایید. بله اینو خواستم عرض بکنم خدمت شما که میشه گفت که در واقع سیدها رو از نظر فقه یهودی یا هلاخا در واقع میشه اینها رو آنوسی حساب کرد، به خاطر اینکه یهودیایین که اظهار نمیکنن. درست میگین. اینی که شما میفرمایید آقای دکتر، این نکته من بگم اینجا به شما، من اینجا به شما بگم، اون اینه که رهبران خودشون میدونن که یهودی هستن و اصلا کار میکنن مثل خیلی در، چون اونا تشکیلاتی هستن با تشکیلات جهان باید کنترل بشه، جهان نباید دست یک سری آدمایی بیفته که بی نظم باشن و یهو بشن هیتلر بیان چند میلیون نفر رو بکشن.
اینو من تو پرانتز میگم، حالا چون بحثمون خیلی به درازا خواهد کشید فقط مختصر بگم. ولی شوربختانه سیدای ما که میدونن اون رهبر، علی خامنه‌ای میدونه یهودیه، شیخ علی تهرانی که دامادش هست به خود من گفت در سخنرانیاش در رادیو عراق گفت، یعنی در سخنرانیاش در رادیو عراق هم گفت هست، گفت من الان مطمئنم، گفت قبلا شک داشتم، گفت الان مطمئنم که اینا مأمور اسرائیل هستن. متوجه میشین چی میگم؟ خمینی رو میگفت مشخصا و خامنه‌ای رو 30 خورده سال پیش، 38 سال پیش. حالا از این چون بس نمیخوام به چیز انحرافی کشیده بشه، ریشه های مسیحیت اسلام بپرسید، اینها به خاطر میگفتن حنیف مثل که الان میگن کلیمی. حالا نکته دیگه که خیلی مهمه های دکتر اون این هست که خود قرآن، یعنی دیگه فاکت قرآنه، ببینید که الان سابق ما میخواستیم یه آیه قرآن در بیاریم خیلی سخت بود، الان من یاد میدم به بچه ها و همه یاد میدم، شما هر آیه قرآنی میخواین چیزی در بیارین روی گوگل میزنید، مثلا میزنید قرآن مسیحیت، قرآن نصارا، این همه آیه های قرآنی که در مورد نصارا یعنی نصرانی یعنی مسیحی به شما میده. آقا تو قرآن آقای دکتر به یهودیت فحش میده، دروغ میبنده به یهودیت محمد، چند تا اطلاعات که میده در مورد یهودیت دروغه، مثلا وقتی که میگه فرعون چیز کرد با هامان نخست وزیرش با موسی دعواشون شد، مثلا چه کار کرد، میگه این فرعون و هامان و جنود هما، این بابا بی خبره که بابا فرعون با موسی توی مصرن، ولی هامان نخست وزیر فرعون نیست، هامان نخست وزیر ایران توی ایرانه که جریان پوریم قتل عام هامان هست و بچه بچه اینقدر غلطای تاریخی وحشتناکی هست در آف. غیر از اون میگه که اینا عزرا رو بچه خدا میدونن، اصلا یهودی ها مثل مسیحی ها نیستن که یه بچه خدا هست، اصلا خدا رو اسمش نمیارن، میگن ایل چون یعنی فلانی اون، اصلا بینش اینا نسبت به خدا، یعنی اگه حالا خلاصه بگم من یهودیت اصیل رو بجز این قوانینی که آوردن توی تلمود و اینا رو بزنی کنار، لایکن اونها های دکتر، یعنی ایشون اومده چیز زده چسبون داشت، برای اینکه الان اکثر یهودی تو دنیا لایکن، جورج سوروس میگه نه من دین دارم نه خدا رو قبول دارم، متوجه میشین؟ چون یهودیت دین نیست، این تازه اینقدر هم یهودیت اصلا دین نیست، یهودیت تباره، شما تبارت یهودی باشه و همه دینی رو بیاری هر کاری بکنی یهودی هستی. مثل ایران دقیقا. استاد گرامی ببخشید، من واقعا از حضرت عالی پوزش میخوام و معذرت میخوام، من از اینجایی که وقت برنامه متاسفانه محدود هست و اطلاعات شما واقعا بسیار فراوان و یک اقیانوس هست، امیدوارم در برنامه های دیگه هم در خدمت حضرت عالی باشیم، من خواهشم این هستش که اگر امکان داره ما بیشتر بپردازیم. خیلی زیبا شما شروع کردین این بحث های ریشه های در واقع رومی اسلام رو، در قرآن رو شما اشاره کردید، به درستی این رو گفتید که در سوره روم به خوبی این اشاره شده و عرضم به حضور شما اشاره کردید به اطرافیان محمد پسر عبدالله، از خدیجه گفتید که خب ایشون حنیف بوده و ثروتمند بوده و همچنین از افراد دیگر میخواستید بگید، از افراد دیگری که اطراف محمد پسر عبدالله بودند. بنابراین اگر امکان داره حضرت عالی مقداری بیشتر به ما اطلاع بدید راجع به افرادی که اطراف محمد پسر عبدالله بودند. خدیجه نقش مهم داره چون خدیجه تو تشکیلات هست، محمد رو که استخدام میکنه به عنوان کارمند خودش، بعد مأموریت بهش میده که بره خارج از کشور میره در خارج از کشور و با رومی ها در تماس هست در بصرا، شهر بصرا که در سوریه کنونی است، اونجا یک رومی مسیحی به نام بوهیرا هست که آموزش های اولیه میده به محمد و بعد برش میگردونه تو راه آدرس یک چیز رهبر مسیحی دیگر میده با اون هست و وقتی برمیگرده در خود مکه با آقای نوفل که عموی خدیجه هست و رهبر مسیحیان هست باز آموزش های بعدی رو میبینه و بعد خود خدیجه است که از ایشون خواستگاری میکنه و میگه تمام ثروت منم در اختیار تو هست و محمد در ابتدا میخواد بره جنگیر بشه، مجنون شاعر میخواد بشه و موارد دیگه تو قرآن همه اینا آیاتش هست که خدیجه بهش میگه نه
تو نه شاعری و نه مجنون، لست انت به مجنون ولا به شاعر. بعد میگه چه کار، میگه همین، میگه تو چه باید بکنی، بشر رو باید فلان بکنی، باید که اونم میگه که مال ام القراست، مال هر کسی که عربی صحبت کنه. بعد شروع میکنه محمد برده میخره و با پول خدیجه تشکیلات خودشو میسازه. درست پول خدیجه که روم در اختیار میذاره مثل این پولیه که بیگم خانم در اختیار ساختن حوزه علمیه شیعه در ایران میذاره. بعد این یاد یک سری برده های مقتدر رو از جمله بلال حبشی رو آزاد میکنه میخره. سلمان پارسی کسیست که ایدئولوژی ها و اندیشه های ایرانی رو خوب بلده، تو گروه مزدکیان بوده، همونطور که شما اشاره کردین با مزدکیست میخواسته نظام پادشاهی تو ایران سرنگون کنه، نتونسته. 20,000 تا مزدکی رو شاه میگیره، درختشون میکنه، میکشه، ترتیبشون رو میده همه رو و ایشون فرار میکنه، نمیتونه با مزدکیان کار کنه. وقتی فرار میکنه طرح برنامه، چون شناختی که بوده که از محمد داشتن، خدیجه اطلاعاتی که داده، نوفل و سازمان امنیتی، چون ایران هرگز تو مکه و مدینه کار نمیکرد، اما رومی ها بودن که با اینا کار میکردن. ایران تو یمن کار میکرد، یمن دست ایران بود، عربستان کنونی شبه جزیره دست اونها بود. اونجاست که اینا با خودشون فکر میکنن، میگن ما از این صحرای خشک و سوزانی راهزنا رو ما بسیج بکنیم، پا برنار علیه اینا خیلی بهتره. چون ایران هم به شما عرض بکنم، ایران هم ایسا رو، ایرانی هم که میان ناجی یهود میکنن، پول میدن به این شاهان مغان که نوید پیامبری رو به عیسی میدن، اینا ایرانی هم شاهنشاه ما میگفتیم. یعنی ما شاهان زیادی داشتیم، 134 کشور بر اساس تورات ایران حکومت میکرد، ولی موقع به جای استاندار میگفتن شاه، بعد شاه شاهان بود شهنشاه. سه تا از این شاه ها که یکیشون هم سیاه مال آفریقاست، چون اون موقع تو ایران حتی تا مصر نفوذ داشت، تمام 134 کشور تو تورات اسمش اومده. اینها هم که میان اول تحریک میخوان بکنن در مراحل مختلف، خود ایرانی کار کرده، ولی که پیغمبر ناجی، چون اینا منتظر میترا بودن بیاد، موشه چشبراه ناجی بودن یهودی ها، ایران خیلی سعی کرد که برای اینا ناجی درست کنه، اما همش شکست خورد. ولی روم میاد به این فکر میفته که پابرهنار مسلح کنه، حمله کنن به ایران، چون میدونه که اینا راهزنن و راهزن خشونت آوره. به خاطر همیه که میدونید تازیان اینها راهزنی میکردن، در سال 2 ماه 3 ماه استراحتی میکردن، راهزنی نمیکردن. اینه که روی سرمایه‌گذاری میکنه. بعد افرادی که میان مشاوران درجه یکی میشن که معبد اینا رو میخره، یکی همین سلمان پارسی است که نقش بسیار مهمی داره، حتی در قرآن آیه 104 بقره تأکید داره که میگه لقد نعلم، میگه ما به درستی میدونیم محمد، که بهت میگن تو رو داره یک ایرونی یاد میده، ولی بگو بابا او یارو ایرونیه که زبانش ایرونیه، این زبان قرآن عربیه. این توجیه هم آیه دکتر مثل همون توجیه حنیف و ابراهیم، من خودم که 5 تا زبون بلدم، شما که 5 تا زبون بلدین، شما به هر زبونی روسی انگلیسی میتونید تربایات خیامت ترجمه کنید. خب سلمان هم ترجمه میکرده، برای همینه که قصار و صور داده به محمد. وقتی میگم قرآن سرودی به سبک پارسی، یعنی قصار و صور همه خسروانی های زرتشتیه، او ترجمه کرده داده به محمد که حال کنن در مرحله نخست، و بعد اون آیات رزمی و اینا اومده. خب سلمان پارسی است، مشاور درجه یکش میشه. از اون طرف صهیب آقای دکتر پسر یک مسیحی است که اصلیتش رومیه. و استاد گرامی ببخشید، درباره سلمان یه سوالی از حضرت عالی داشتم. سلمان رو شما در گفتگوی تلفنی که با هم داشتیم به درستی اشاره کردید که این پس از مزدکی شدن مسیحی میشه و بعد وارد در واقع شبه جزیره عربستان میشه. میشه مقدار درباره اینم توضیح بفرمایید؟ چون مزدکی که هست به هر حال هدفش سرنگونی نظام پادشاهیه، میبینه مزدکی شکست خورده، مثل خیلی ها که الان قبل انقلاب یا بعد انقلاب زمان محمد رضا شاه اومدن خارج، رفتن چپ و راست جهان چسبیدن که برن شاه رو بندازن، یا بعدش حتی بعد خمینی هم یه اتفاق افتاد. سلمان که خیلی اندیشمنده، سلمان یک ایدئولوگ بزرگه، نسبت به صهیب و بلال حبشی و حمزه که یاران مسیحی محمد هستن، این خیلی متفکره، چون اکثر آیه قرآن مال اونه. اذا شمس کبرت انگاه که شمس خورشید کور شود، اینا مالونه، کور واژه ایرانی عربی نیست و غیره.
سلمان وقتی که میبینه جنبشش در ایران که عضوش بوده به شکست منتهی شده، دنبال یه چیزی میگرده که کسی گروه امکانات مالی میگرده که صدام حسین کسی بیاد پیدا بشه بیاد کمک کنه که شاهی رو اونجا بندازه دیگه، چون یارانش رو کشته. بهترین راه رومه، میره با رومیا میسازه، میره با مثل جمال الدین اسدآبادی وقتی خارج میشه. صاحب قانش این کافیه برم؟ بله این کافی است. بخوام سریع بگم، حالا صاحب که صاحب کسی که اصلا تو روم زاده شده و پدرش مسیحیه، بعد پدرش میاد از طرف ایران، چون موقع بصره دست ایران بود، پدر صاحب رو اینا تا یه حد نفوذ، مثلا که نفوذ کردن تو ایران، ما خیلی وکیل و فلان اینا داریم که از دشمن پول میگیرن و حقوق میگیرن، حتی رئیس جمهورمون از دشمن داره پول میگیره، روحانی رئیس جمهور ما که نیست، میگم رئیس جمهور اون موقع هم این بابا کنار ابله، یک شهرک کوچیکیه کنار بصره، 6 کیلومتریه، یه شهر ییلاقی خیلی زیباست، اصلا دیدنیه، خیلی اونجا بهش میدونن، اونجای میاد کاری میکنه که شهردار اونجا میشه یارو بابای صهیب. بعد یه مدتی روم به اونجا حمله میکنه، رومیا اونجا رو میگیرن، به هر حال پسر ایشون به اصل خودش که مسیحیت و روم بود و روم زاده شده بود ازن و میگم یه جاسوس بوده، میاد اون باز صهیب پسر اون بابایی که شهردار اونجاست به محمد میپیونده، باز یکی از بزرگترین چیزها میشه، یاران محمد میشه، ناصر خسرو و افراد زیادی به این که ایشون نیز حنیف بوده و باباش تو این مایه بوده و چه بوده و تیرانداز مایه بوده، جنگاور، یعنی اینا همه اینا که محمد میگیره دور خودش همه جنگاور. بعد میرسیم به بلال، بلال حبشی، اصلا روش هست حبشه، بلال حبشی، حبشی اون موقع همه مسیحی بودن، درسته، مسیحی بودن، که وقتی محمد مشکل پیش پیدا میشه، گروهش هنوز زیر زمینیه، یک سری از آدماشو میفرسته به حبشه، یعنی بلال خط میده، یادداشت میده، میگه محمد این حبشه ما میفرستیم اونجا، پناهنده سیاسی میشن و اصلا آقای دکتر طاغوت یعنی پادشاه حبشه، مثل که فرعون یعنی پادشاه روم، این اومد فوش میده به اینا، به طاغوت و فرعون، و فرعون میده طاغوت یعنی شاهنشاه، فرعون به زبان مصری یعنی شاهنشاه یعنی پادشاه. این حتی واژه هایی که از همه اینا هم گرفته که من تو قرآن سوره سرکی پارسی آوردم، واژه هم از همه اینا به آریت گرفته که در قرآن هست. خب بلال حبشی هم پس یک جوانی است که ابوذر غفاری همینطور، ابوذر غفاری هم خداشناس بوده، موحد بوده، حنیف بوده، اونم به پیغمبر اسلام میپیونده. یکی دیگه است که خیلی جالبه، وقت کمه دیگه نداریم، ولی دحیه کلبی است. این دحیه کلبی یک بار بهش وارد میشه یکی از صحابه محمد و میبینه که این لخت مادرزاد دوتاشون نشستن، یارو سلام نمیکنه و میره در میبنده میره. بعد دحیه کلبی میگه محمد یارو صهیبه اومد بهت سلام هم نکرد، چی شد؟ میگه خب شاید ما رو لخت دیده اینجور شده. میره بیرون میگه فلانی چرا سلام نکردی؟ میگه آخه دیدم تو با گفت جبرئیل بود، جبرئیل اومده بود، من با جبرئیل نشه، آره جبرئیل که لباس نباید بپوشه. بعد اون دوست که صهیب اینجا میگه آها پس این جبرئیل بود. اوکی، یعنی این موارد هم بوده، صهیب هم بوده و اینا. ابن نوفل هم استاد پسرمو خدیجه هم مسیحی بوده، یعنی در واقع نوفل اصلا از رهبرا، اینا هم میگن پسر عموش بوده هم میگن عموش بوده، یعنی دو تا ورژن هست، ولی نوفل اصلا اسمش هم که رومیه دیگه، اسم نوفل، نوفل اسم مثل نافل دیگه، این رسم رومیه. و ایشون آقای دکتر رهبر مسیحیان مکه و منطقه بوده. نکته دیگه که تأکید میکنم بهتون این اونه که اون موقع در شبه جزیره عربی مسیحی خیلی زیاد بوده، اصلا حجاز سرزمین رومی بوده، مثل همینطور که به درستی شما گفتید یمن ایرانی بوده، حجاز سرزمین رومی بوده. استاد نکته ای هم که من برخی اوقات میگم و شما هم این رو گفتید، خود کلمه دشمن اسلام هست،
که کافر هست. یعنی این همونطور که شما به درستی گفتید، این دین رو که در سوره روم هم نوید پیروزی بر ایران رو میده، بنابراین باید از نظر روانشناسی مسلمان رو آماده کنه که دشمنش رو بشناسه، که اون دشمن رو نابود کنه. این دشمن در اسلام کافر است و کافر اسم فاعل از کفر و کفر معرب گبر و گبر یعنی ایرانی ساسانی، ایرانیان زمان ساسانی گبر، یعنی از نظر ایدئولوژیک تماما ساخته شده برای نابودی در واقع ایران و این کاملا مشخصه. نکته دیگری که من میخواستم باز هم این رو به توجه بینندگان رو بهش جلب بکنم، در واقع اون دشمنی هست که اعراب با گذشته ایران میکنن، چون از قدیم همه میدونستن که برای اینکه ملتی رو از بین ببرن باید کتابهاش رو بسوزونن، نابود کنن گذشتش رو و اندیشش رو، و اعراب اون انادی که اون دشمنی که با منابع تاریخی ایران میکنن در هیچ کشور دیگری شما نمیبینید که همچین کاری بکنن. مثلا در زمینه نابودی کتابخانه گندی شاپور یا جندی شاپور و همچنین نابودی کتابخانه بزرگ خارز شما میبینید اصلا یک اناد عظیمی وجود داره، که یعنی اصلا دستور بر این نابودی داره. میشه شما حالا در ادامه توضیحاتتون هر مطلبی که دوست دارید بفرمایید، که حالا اگرم فرصت کردیم درباره پترا هم یه مقداری توضیح بدید و فیلیپ عرب و درباره این اناد و دشمنی هم اگر شما توضیح بدید من سپاسگزار میشم. درود بر شما، درود بر شما. خب همونطور که خودتون هم مستحضر هستید و گفتید اونای دکتر، میدونید که در حجاز، شما گفتین حجاز، منم همون حجازی به کار ببرم راحت تریم، حجاز اینها کارشون فقط راهزنی، نه نفتی داشتن نه کشتزاری داشتن، فقط کارشون راهزنی بود. راهزنیم در منطقه خود شبه جزیره عربی دوربر مکه و یثرب که بعدا میشه مدینه، اونجا که اومده بودن مسیحی ها و یهودی های ثروتمند که بودن دیوار کشیده بودن، یعنی قلعه ساخته بودن، قلعه خیبر، قلعه طائف، و کسی نمیتونست اونجا نفوذ کنه، راهزنی کنه، مگه اینکه کاروانا هم نیروهای رومی بودن از اینا حمایت میکردن. اصلا طائف میدونید که تماما مسیحی بودن و خیبر تماما یهودی بودن، و بعدم که اصلا محمد دعوت میکنن به یثرب که بیرون اونجا رو مدینه میکنه، باز اونم با پیشنهاد روم هست که میخوان اون بره اونجا، رومی ها صحبت میکنن با سکنه اونجا، میگن آقای بیارین اینجا به عنوان رئیس جمهورتون، چهردارتون، اختلاف، چون قرار بود عبدالله ابن ابی در یثرب رئیس جمهور بشه و همون دیگه دشمنه محمد هم میشه، ولی همونطور که گفتین چون اونجا داره روم حکومت میکنه، میگه آقای شهر میخوام بدیم به محمد که میره اونجا. بعد کار اینا که راهزنی بوده آی دکتر، طول همون هزار سالی که فرمودید که ایران با روم میجنگیده، همیشه هم این رومی ها می اومدن اینا رو تقویت میکردن که به ایران، به اون موقع عراق، ایرانک کوچک، عراق یعنی ایرانک کوچک، بغداد یعنی بغداد، مداین، تیسفون، اروندرود، اینا همه اصلا عراق ایرانی بوده و هست. بهشتی که محمد میگه اما عراق اون موقع است، چون عراق اون موقع بود که مثل ونکوور کانادا همه جا درخت و سرسبزی و خرمی بود و رودخانه بود و آب بود. اصلا محمد وعدایی که در قرآن میده در مورد بهشت عراقه. رومی ها از دیرباز چون از این تروریست ها، حالا میگیم اون موقع راهزن ها، استفاده میکردن برای ضربه زدن به ایرانی ها، و ایرانی ها همواره تیم هایی داشتن آقای دکتر بهتر از من میدونید، در سپاهیان ایران که همچنان که ما تکاور داشتیم در زمان محمد رضا شاه، تکاورای ما داشتیم که اینا با این راهزن های عرب مرتب میریختن، اینا ترتیبشون میدادن، چون اینا شبیخون میزدن، از اون طرف تکاورای آریایی ایرانی میرفتن اینا رو میکشتن. این درگیری چون تاریخی بود از سوی دوم، اینا اصلا از کتاب چیزی سرشون در نمیاد. سوم، فرمان رومه، وقتی روم پشت قضیه است میگه آقا وقتی میرین بیمارستان ها اینا رو، کتاب خونه ها اینا رو، هرچی دا همه مثل همی الان آقا شاهنامه ای تو رو باید بیان خراب کن. شهرام ناظری میاد تفلی از شاهنامه میخونه با اون زیبایی و عظمت و شوکت، این آقای دیگه میره میگه
اسلام ما رو نابود کرده. این یه رستم رفته معتاد شده، سرنگی شده، کاوه باجبگیر شده. آقای ابی ابراهیم حامدی. یعنی شما ببینید یارو چه شاعرش که و پسره که سرش از جیب در نمیاد، چه ایشون که میخوره. یعنی باید همونی که الان همه دارن بهش چسبیدن. آقای دکتر میدونید در ایران تو پرانتز بگم بیش از 40,000 مشخصا این رو من میدونم، بیش از 40,000 انجمن شاهنامه داریم ما در ایران که تا این 10-15-20 سال 30 سال اخیر تشکیل شده. انجمن شاهنامه بچه من در تایم تاز برنامه پخش کردم روی اینترنت هم هست میتونم، بچه ها آقای دکتر از 5-6 سالگی شاهنامه خوان شدن، پرورش دادن این ایرانیان سلحشور ایرانی آریایی با شاهنامه دارن میرن نبرد بکن. آقا میاد یک حرفی میزنه که هم علی خامنه‌ای خوشش میاد هم حاکم تازیان، آقا سرنگی شده. شما ببینید این خودش آتش زدن شاهنامه است، بدتر آقای دکتر این از آتش زدن بدتره، چون یارو بچه که الان بیشماران هم هستن که یارو صداشون دوستش دارن، مردم وقتی هم که میخوان قضاوت بکنن برای همین ما بدبخت شدیم 1400 ساله. یارو آخونده وقتی چهچه خوب میزد آخ قربون همه عشقاشون در میومد، حالا هم الان همه به جایی که برن بزنن نقد کنن این بابا رو، آقا حالا گفته دیگه فردا تنهاش هم گوش کن. ولی کاری که ایشون میکنه آی دکتر از آتیش زدن بدتره، چون از فردا بچه ها تو کوچه زمزمه میکنن که رستم سرنگی شده، تحقیم که چه شده، این رایت میشه. یعنی اون شکوه و عظمت و ابهت رو میندازی پایین. زمان جنگ روانی برای نابودی هویت ایرانی، و بعد که هویت نابود بشه اون وقتی که به هر ذلتی میتونن ملت رو بکشونن. با اسلام این کاری کردن دیگه دکتر، وقتی که اینا حمله کردن کتابخونه ما را آتش زدن. میدونید که میدونید شما اینو مستحضر هستید که اوستا یه کتاب نبودی که این گاته های زرتشت که میگن مونده اینا بخش این سخن من چون جدیده اینجا تاکید میکنم که در یکی از کنفرانس های در رابطه با اوستا تمام رهبران زرتشتی جهان از استاد جعفری نازنین هم که در امریکا هست تا زرتشتی های اروپا و زرتشتی های تاجیکستان قبول کردن، تایید کردن که ما بیش از یک زرتشت داشتیم و این گاته ها سروده های آخرین زرتشته، مثل تاریخی که ذبیح بهروز انتخاب کرد که من بچه هاشو دیدم باش با ذبیح بهروز، من با فرزندان نازنینش به ویژه دختر خانم گلش در پیوند بودم. آقای ذبیح هم همون حرفی که شجاع‌الدین شفا به من زد، شفا به من در برابر افرادی مثل آقای نراقی و دیگران تو دادگاهی بود در پاریس به من گفت اگه ما زمان شاه تو رو داشتیم تاریخ رو میذاشتیم 7000 ساله، نمیذاشتیم 2500. اون موقع ما خبر نداشتیم. آقای ذبیح بهروز هم که تاریخ زرتشتی رو 3000 خوردی گذاشتن، اون آخرین زرتشته. ما زرتشت های زیادی داشتیم ولی نخستین زرتشت های دکتر اوستایی که میاره اوستای کتابخونه است و مشخصا میگفتن در تاریخ هم نوشته دایره المعارف فرهنگنامه است، یعنی 120 جلد کتاب در رابطه با علوم مختلف در که بخشای شما توی گاته ها میبینیم در رابطه با پزشکی، ستاره شناسی، جغرافیا و علوم داروسازی که حسن صباح اینا همون داروسازی رو میگیرن، با داروسازی جهان رو میگیرن که بعد میبینن میگن حشیش میکشیدن، شعورشون نمیرسیده که دارو استفاده میکردن. یعنی اوستا که 120 صفحه بوده، 120 جلد کتاب بوده، اینا رو میسوزونن. ولی روم، خود اینها رومی ها وقتی اسکندر که زاده یک بانوی است که بر اساس خود شاهنامه فیلیپ فرزند فیلیپ هست و زنش پیش از اینکه با فیلیپ ازدواج بکنه سرداران سپاه آریایی باش، اینجوری است که به اسکندر میگن وقتی اسکندر وارد ایران میشه. آی دکتر میگه به یارو فیلسوفه که باش بوده که همه میشناسینش، میگه با مرسه تو چقدر دروغ گفتی به ما، گفت اینا وحشیان و فلانن، اینا که خیلی آدمای متمدنی ان، من از اینا دارم درس یاد میگیرم. اون میاد کتابای اوستا رو سوار میکنه میفرسته میاره توی اینور دنیا که اینها همه چون میدونید یک فیلم در مورد الکساندر ساختن، همین آخرش که این جوونه
دیپ بازی کرده بود که اون اولش فروهر نشون میده که دختر من رنگ کرده، در اینجا نشون میده که آقا اینا تو چادر می نشستن ساعت زمان، اون تمدنی نداشته روم و همین مقدونی ها و اسکندر. استاد گرامی، در تایید نظرات حضرت عالی این رو بگم که اوج دانش یونان و اوج یعنی در واقع تمام فیلسوفای اون و دانشش موقعی پدید میاد که یونان یک استانی از امپراتوری هخامنشیان بوده، یک استان بوده در اونجا، و اینکه همون گونه که شما به درستی گفتید پس از حمله مقدونی ها به ایران اینها اوستا رو همون که در منابع گوناگون آمده میبرن و ترجمه میکنن به یونانی، و تا کنون اصلا شما کتاب فلسفه افلاطون رو ببینید، ارسطو رو ببینید، همه به زرتشت اشاره کردن و میگن زرتو، یعنی اینا هر وقت که ازشون سوالی میشده فیلسوفای بزرگ یونان و در پاسخ میماندن میگفتن که اینو زرتشت گفته، یعنی اونقدر معتبر بوده که یعنی دیگه همه ساکت بشن مخالفانشون. استاد ببینید، ما یک دقیقه متاسفانه دیگه بیشتر وقت نداریم و معلومات شما خب بسیار زیاد هست و من امیدوارم که قبول بفرمایید که در برنامه‌های دیگه هم همراه ما باشید. استاد گرامی، من فقط اجازه بدید برنامه رو با اجازه حضرت عالی تموم بکنم و یه نتیجه گیری از اون بکنیم به صورت بسیار سریع با توجه به اطلاعات فراوانی که استاد در اختیار ما گذاشتن. ما اگه بخوایم از اون یک نتیجه بگیریم این گونه هست که حجاز، سرزمینی که در اون اسلام پدید آمد، سرزمینی بوده از تحت حاکمیت روم و رومی ها در اونجا نفوذ فراوان داشتن. خود محمد پسر عبدالله از طریق سفرهایی که به شام می کرده و به پترا می کرده با مسیحیان زیادی آشنا شده بوده، تحت تأثیر اونها بوده، مشاورانش، همسرش و بسیاری از اطرافیان اون یا مسیحی یا حنیف بودن، و اینکه عناد و دشمنی خاصی در دین اسلام با ایران، ایرانیان و هویت ایرانی مشاهده میشه که این نمیتواند کینه اعراب باشه. اون چیزی که در اون هست این است که در واقع کینه کسی بوده است که هزار سال با ایران میجنگیده و نمیتونسته ایران رو شکست بده، و این کینه رو دمیده شده در روح اسلام، از جمله اشاره‌ای که استاد اوستا کردن درباره سوره روم، درباره خود نام کافر و درباره و دشمنی هایی که با ایرانیان کردن. البته من در پایان یک نکته رو باید اضافه بکنم که رابطه اعراب حجازی مخصوصا، چون یک سری اعراب هم بودن که متحد ایران بودن، اما یک اعراب حجاز با روم بسیار قدیمی هست، از جمله اینکه یک عربی از موقعی هم قوی شده است که یک عربی با نام فیلیپ عرب در واقع در روم به امپراتوری میرسه و از اون موقع این روابط بسیار تعمیق میشه. خب طبیعی هست که متحدان روم که تا امروز هم البته حجاز یا عربستان سعودی امروزی متحد روم هست، اینها طبیعی هست که اینها با همدیگه وارد عمل شدن و جنگ نرمی رو آغاز کردن که ایران رو از درون نابود کنن، و هویت ایرانی وقتی نابود بشه شود اون تمدن نابود میشه، چه این که اکنون نیز به طریق دیگری این جنگ رو دارن ادامه میدن. استاد گرامی، من خیلی سپاسگزارم از حضور شما، سپاسگزاری میکنم. در پایان برنامه اگر مطلبی هست در چند ثانیه بفرمایید، چون متاسفانه وقت ما تقریبا تموم شده، که وگرنه من خداحافظی کنم. سپاسگزارم. سخن پایانی مهربانی کنم یاران، از این بعد بگن محمد سفرهایی که به سوریه و اینجور جا داشت بورس تحصیلی بود، بورس داده بود بهش خریده اونجا بره تحصیلات بکنه، بیشتر چیز یاد بگیره، که موفق نبود در فراگیری. با بوسیم درود دارم به شما و کسانی که شما رو میبینن. آقای دکتر، پایدار و پاینده و پیروز باشید. سپاسگزارم از حضرت عالی و امیدوارم که در خدمت شما باشیم. پاینده ایران، بدرود. بدرود. خدا نگهدار.